این اکبر اکبری از همین مواردی که رژیم دائم به کار میگیره. فرزند حسین در حالی که به خیانت بارترین شکل ممکن سعی کردم تو از اعتماد سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش برخوردار شوم، با بالا گرفتن آتش مورد مسلحانه احساس خطر کردم. یعنی اینم از نفوذیایی بوده که وقتی که یه خود عملیات زیاد شده احساس خطر کرده، لذا توطئه‌ای را طراحی کردم تا با برداشتن اسناد و مدارکی که میتوانستم از قرارگاه ارتش آزادی بخش فرار کنم. بودم من از سرنوشت خائن دیگر همچون محمد رضا عدالتیان ترس عبرت نگرفتم و این چیزا. یا این مزدور رامین دارمی که این میگه که یک نامه ای به برادر گرامی حاج سعید نوشته. برادر گرامیش دیگه، برادر گرامیش بله، گفته سرتیم من برادر محمد حسین صبحانی بود که بر همراه علی قشقاوی، طالب جلیلیان، علی اشرفی در یک تیم بندی قرار گرفته بودیم. برادران اطلاعات روزانه نزد ما میادن و هر مشکل داشتیم حل میکردن و در این محمود مدت با حاج محمود صحبت کردیم. اینو گفتم که بدونید که این صبحانی سرتیم علی قشقاوی بوده. حالا علی قشقاوی خودش کیه؟ این هم بذاریم فقط جهت اطلاع هموطنان عزیزمون بگم که این یک نفوذیه خیلی خطرناکی بوده که من شرم دارم همه چیزاشو بخونم، ولی گفته که این جزو همین پاسدارا و کمیته چیا بوده. یک بار دو تا دختر با هم دیگه در این دیدن فیلم ویدیو دستگیر شدن، کمیته اونا رو دستگیر کرد، تحویل سپاه بابل داد که این دختر خیلی جوان بودن، 20 سال داشتن و فلان و اینا. بعد اینا بهشون تجاوز کردن و تحویل سپاه دادن. اعضای فرماندهان بالای سپاه بهشون تجاوز کردن، ما هم تجاوز کردیم که خلاصه بعد اینکه زیاد تجاوز کردن اونا مردن. جنازه اونا رو در پشت سپاه بابل در داخل رودخانه بزرگ انداختیم. یک بار هم یک خانواده رو به خاطر داشتن مجله و مجله خارجی دستگیر کردیم که محلشون دقیقاً نمیدونم، ولی اونا هم یک دختری داشتن، اونا رو هم گرفتیم و تجاوز کردیم. و تا اونجایی که در جریان پرونده همه قرار دارن، یه تعداد مشخصی مزدور بوده. قبل از 17 ژوئن اینا اومدن دروغ‌هایی رو به خورد سرویس‌های فرانسوی دادن. حالت اینا البته میخواستن که این دروغا به دستشون برسه، چون در این توافق ننگین بالاخره یه چیزی باید تو دستشون میومده. همین مزدورایی که در عرض این مدت دیدین رژیم به کار گرفته، چه توی فرانسه، چه تو آلمان، چه تو سایر کشورها، چیزی که ادعا میکنن که از اعضای سابقه مجاهدین هستن، مدعی هم بله، خدابنده و ادهم طیبی و مشعوفی و سبحانی و کریم حقی و این چیزا. این عناصریه که اینجا به کار گرفته شدن. بعد می‌بینی که تو گزارش دیدبان هم همینطوره، یعنی سبحانی و نمیدونم کریم حقی و همین آدم‌ها رو اونجا هم چند بار، یعنی یه مش مزدور داره اینجا مصرفشون میکنه، جلوی اوور مصرفشون میکنه، تو آلمان مصرفشون میکنه. و خب گزارش دیدبان صرف نظر از این که برادرانمون توضیح دادن در جلسات قبلی چه به لحاظ محتوایی بی‌پایه است و چه به لحاظ فرم مینیمم های تایید گزارش را رعایت نکرده، ولی ابزار به کار گرفته شده که همین چهار تا مزدور وزارت اطلاعات در این پرونده می‌بینیم. در توطئه برای 17 ژوئن بودن و الان هم برای برپای سرپا نگه داشتن این پرونده مفتزه بازم اینا رو به کار میگیرم. این نشوندنده چیه؟ خالی بودن دست رژیمه. وزارت اطلاعات ریاست رژیمه هم نیاز اونهایی که توی این پرونده رو علیه مجاهدین ساختن به کمک وزارت اطلاعات، پرونده رو که ساختن علیه این مقاومت. اما جالبه که بدونید که همین افرادی که اسم ازشون بردیم، همین حقی، سبحانی، خداونده، طیبی، همین موضوع، اینا در زمانهایی که اومدن در پاریس
مصاحبه کنن، چون اینایی که من اسپاده ها دقیقشونشون موقعی این پاریس نیستن. زمانهایی که مادن پاریس مصاحبه کنن در همون زمانها با ونیسط هم ملاقات میکردن. اکساشون هم هست و اکساشون هم هست منتشر شده بر روی اینترنت. خیلی فکر کنم خیلی از هموطنانی که دنبال کردن دیدن عکس های ملاقات این عوامان وزارت اطلاعات با ونیسط رو.